به نام خدا و با عرض سلام یک بار دیگر با واکاوی خوش آمدید شاید بیشتر از هر زمان دیگر اصطلاح خوارج در این اواخر بیشتر به گوشتان رسیده باشد اما دقیقا خوارج چه کسانی هستند ریشه های تاریخیشان شان به کجا بر می گردد و مبانی اعتقادیشان را چه موضوعات تشکیل می دهد مهمتر از همه می بدانیم که آیا خوارج در عصر ما از نو متولد اند در واکاوی این هفته و هفته آینده موضوع خوارج از دیروز تا امروز را من احمد ارشاد احرار با مهمان برنامه جناب استاد محمد محق نویسنده و پژوهشگر مطالعات اسلامی با بحث میگیریم جناب استاد خوش آمدین جناب استاد خوارج چی کسانی هستند بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستا این سلام خدمت شما و بینندگان عزیز کلمه خوارج در عربی از لفظ خروج گرفته شده ترجمه تطول لفظی خروج ما و شما داریم به زبان های محلی ما استفاده میشه که منایه بیرون شدن و برآمدن از یک جای یک محیط فیزیکی است منتها این کلمه در عربی وقتی که استفاده می شود مثل بسیار از کلمات دیگر که بعد از فل یک حرف جر امرایش که استفاده می شود تغییر میکنه ما کلمات داریم مثلا در عربی که به فرسی ما داریم کلمه رغبت بعضی رغبت میگن کلمه رغبت عربی است او را اگر شما با من استفاده کنید رقیب من ها شود یعنی از او رو گردند اگر با فی استفاده کنین یا اله استفاده کنین رقیب فیهی منایی که به او چیز علاقمند شدین دو یک فیل دو معنای متضاد داده شده با کمک یک حرف جر کلمه خوارج هم در حقیقت وقتی که ریشه ای در نظر میگیریم که همراه علا استفاده می شود در عربی وقتی به شکل فل استفاده شود میگفته گفته می خرج علیه ای بر او خروج کرد یا بر او به فارسی بسیار ادبی بگیم بر شورید به میگیم و کلمه خوارج هم یک کلمه وصفی از این فعل خرج علیه است به ترجمهش یعنی خروج کنندگان یا شورشگران یا قیام کنندگان معنای نزدیک است به همین تقریبا نمو چیزی که حالا در انگلیسی هم انسرجنسی یا چیزی مز... که گفته میشه به این شکل و مشورشگران معمولا در ادبیات سیاسی امروز استفاده میکنند و در زمان قدیم در زمان صدر اسلام خصوصا کلمه خوارج به این خاطر رایج شد که به معنای کسانی که شورش کردن در مقابل یک نظم مشروع و بعدها هم که باز ای در تحولات تاریخی ابعاد معنای دیگر هم پیدا کرده به حال یکی از ارکان معنایی کلمه معنای شوریدن برشوریدن و شورش کردن به ضد وضعیت مشروع است ای به شکل ترجمه تحت لفظی اما به لحاظ تعریف اصطلاحی وقتی که خوارج گفته می شود برای یک جماعت خاص در تاریخ اسلام که اینها راه خود را از عموم امت اسلامی در عرصه فکر و سیاست اردو جدا کردن و در مقابل اکثریت امت و در مقابل نظام موجود مسلمانان قرار گرفتن از اواخر دوران خلافت راشده به حساب یک فرقه کلامی شدند که اینها هم پایه ها و اصول تیوریک جداگانه داشتند و هم در عین زمان یک جریان سیاسی نظامی هم شدن که شروع کردن به تاثیر گذاشتن بر وضعیت تاثیر منفی البته با جنگ و آشوب و خشونت و اینها و چون این جماعت در تاریخ اسلام در عرصه ریختن خون رقبا و مخالفین فکری خود و همچنین در حتی تعارض فکری در برابر دیگران بسیار خشن بودند و به شکل افراطی دست به دشمنی و عداوت می به این لحاظ کلمه خوارج ای برهای معنایی را پیدا کرده یعنی وقتی که شما میگین خوارج یعنی ای که با او دیدگاه های کلامی در مقابل اکثریت امت قرار گرفت و نظم جامعه را به خطر انداخت و خون فراوان ریخت و تبدیل شد به جریانی که برای مدت طولانی برای امت اسلامی در, در سر بود تا اینکه سرانجام تمدن اسلامی موفق شد که این پدیده را مهار کنه بله. جناب استاد ریشه های تاریخی خوارج به کجا میرسه ریشه های تاریخی را ما به دو سه مرحله میتونیم تقسیم کنیم مرحله اول زمان است که نهزتی که پیامبر اسلام صلی علیه در مقابل شرک و مشرکین عرب و شرایط او دوره براه انداخته بود این نهزت رو به گسترش بود خصوصا در دوران مدنی که یک جامعه مطلوب مسلمانان شکل گرفته بود و بعد قلم روی اینها در حال گسترش بود و قبایل مختلف می پیوست به این مرکزیت و تعبیرش که در قرآن مجید هم آمده ما شما در نماز میخوانیم که رایت ناسیت خلونه فی دین الله افواجا و تو می مردم یا دیدی مردم که گروه گروه جماعت به جماعت فوج فوج دسته دسته دست به طرف دین خدا رو میارن و داخل دین میشوند مفسرین میگن که این آیه ناظر به وضعیت تاریخی است که عمدتا بعد از فتح مکه در که سال هشتم بود بعد از او ای پدیده یک بار شکل گرفت که محاسبات در سطح قبایل عرب تغییر کرد و بسیاری از قبایل تصمیم گرفتن وارد گفتگو و مذاکره شوند با پیامبر اسلام و با مدینه و حکومت مدینه و هیئت‌های های مختلف از جاهای از این طرف و طرف جزیره العرب سرازیر شد به طرف مدینه و به مو خاطر او سال به نام عام الوفود نام کردن سال هیئت‌ها ها خب در این مرحله که سال عام بفود است و حتی اندک قبل از و بعد از مفتح مکه که تایف هم پیوسته و در جنگ هنین مسلمان ها پیروز شدن و غنائم فراوان به دست مسلمان ها آمده پدیده شکل میگیره که در درون جامعه اسلامی یک عده نو پیدایی که سابقه پیشینه چندانی در تاریخ اسلام ندارن در تاریخ دعوت یعنی در دوران از دوران مکی که ما در نظر بگیریم سابقه و پیشینه هم از لحاظ عملی ندارن هم از نظر فکری و علمی دارای هیچ جایگاه نیستند ولی بنا به شرایطی که فعلا شکل گرفته ادعاهای دینداری اینها بیش از دیگران است و مهمترین موردی که در این باره نقل میشه که یک نفر بوده به نام زل یا زل استفاده تلفظ می شود که یه آدم میایه و بر یکی از تصمیمات پیامبر اسلام اعتراض میکنه و با لحن گستاخانه میای پیامبر به بی بیعدالتی متهم میکنه و او در یک مورد است که بنابر مثالی که پیامبر اسلام در تعامل با کلونای جامعه و سران قبایل داشتند دو تا از بزرگان قبایل که جزء صاحب به حساب میان اقل ابن حابس است و یعنی حسن است و دو نفر دیگه برای از کمکی از بیت المال صورت میگیره که این کمک منابع شرایط و عرف همو زمان باعث میشد که باز هم قبیله در رکاب نهزت قرار بگیره و این نفر آمده در اعتراض به پیمبر اسلام میگه که اعدل عدالت کن یعنی رو به میگه که گویا پیمبر خدا از عدالت منحرف شده باشه الله بالله و ای آدم برش یاد بده و وقتی که پیمبر اسلام این رو میبینه میگه ویلک لک وای به حالتو تو کی عدالت هوت کوله اگر ما عدالت نکونوم و بعد روایت اومده ک اذن خپته و خسرت ل لم عادل اگر ما عادل لم شوم تو خسران کردی و زیان و بعد میگن ک یی ادم ازو جلسه بیرون میشوه و په یک حالتی ک از روی اعتراض یا جلسه ترک میکنه وقته ک میرفت بعضی از صحابه گستاخی را که هیچ باب نبود در بین صحابه احترام و ادب جزئی از عرفی بود که اسلام آورده بود خصوصا در مقابل پیامبرشان که استادشان بود رهبرشان بود الگویشان بود ایرا که دیدن ایرا که رفتار گستاخانه را در روایت آمده که از خالد در روایت آمده از عمر یا به هر حال که از اینا میگه که مرا اگه اجازه بدن که گردن را بزنم با ای بیاده که در مقابلش شما کرد پیامبر میگه نه ما تو چی میفهمی که لعله این یکونه یا لعله این یوسلی شاید یادم نماز بخونه وقتی که نماز میخوانه دیگه یعنی جز شهروندان همی جامعه به حساب میایه به حساب شرایط او زمان و او از مسئولیت های برخوردار است و خب در این باره باز بحث های جدا است که تا آمال پیان برسلات علیه و در داخل جامعه با شهروندانی که حتی میفهمید اونها منافقند و با او دشمنی هم دارن ولی در ظاهر جز شهروندان جامعه بودن کدام نکات مراد میکرد به حال بعضی از اهل علم میگن که پدیده خوارج از همین دوره شروع شده چون که در ادامه او روایت می که پیامبر اسلام گفت که وقتی آدم که از او جلسه بیرون شد و رفت گفت که سیخرج و رجال من ضد احازا در یک عبارت حالا چون روایت ها کمی متفاوت است یک روایت هم میتونه است که سیخرج و من ضد احازا کسانی از سر همی آدم پیدا می شود که اینها نماز شما را حقیر می شمارند در برابر نماز خود یعنی به حد اینها عابد هستند که صحابه در برابر عبادت از اونها کم معلوم می شود کارشان و فرمود که اینها قرآن میخوانند می خوانند در یک وقت آمده که قرآن القرآن قرآن از بس می تازه و تازه دائم یعنی تلاوت کرده میروند با خود یکی از کارهایشان است و این تازگی تلاوت در ارتباط مستمرشان نشان ولی یم رقون من الدین کما یم رقون سهم من الرمیت اینو از دین چنان خارج می شوند مثل که تیر شما از بدن شکار خارج کنیم و در مورد خود امین نفر هم جالب است در کتاب های مختلف حدیث که می روایت شده آمده که آدمی بود غائر العینین چشمای او فرو رفته که یکی از احتمالاتی است که ممکن آدمی بود زاهد مشرب که من ریاضت میکشیده و بعد آمده که کست و لحیت بسیار انبوه داشت محلوق رأس سریم تراشیده بود و مشمر الازار پاچه های هم ازاره بالا زده بود که خود بسیار در تمام سنن و آداب هم گویا از دیگران بهتر نشان میداد ولی گستاخیش به این درجه بود و حس یک که من از دیگران دیندارترم از دیگران پیشم حتی از پیامبر اسلام دیندارترم گویا و به اوم راه نشان میدم که این کار بکن این کار نکن و پیامبر اسلام صلی الله علیه گفت که این نمونه وقتی من ده ده ها زمگه یعنی این مدل آدم ها که با این اندازه دینداری افراتی دارند اینا سبب و مصیبت می شوند بعد در روایت دیگر آمده که پیشگویی هم کرد که وقتی که اینها پیدا می شوند اگر لئن ادرکتو هم, هم قتل آدن و سمود اگر ما اینها را باشم زنده باشم و اینها را ببینم که به شکل جماعت خروش کردن آنون را چنان خواهم کش مانند که قوم سمود کشته شد در یک آمده در یک روایت سمود آمده خب روایت ها مختلف است بر حال محتوایش یک چیز است که اینها به خاطر خون که می و جنایت هایی که به پا میکنن مستحق, ل... مستحق شدیدترین برخورد هستند از دید کسانی که ریشیابی کردن پدیده خوارج آغاز نطفه ای جریان به همو شکل ای پدیده ابتدایی در او دوره برمیگردانند منتها در عمل اینها تبدیل به یک جماعت منسجم که دارای جایگاه مشخصی از نظر سیاسی و از نظر اجتماعی و از نظر نظامی و غیره باشند نبودند تا مدت طولانی در دوران خلفای راشدین مثلا دوره اول که حضرت ابو بکر نیست دوره دوم حضرت عمر نیست دوره سوم به این نام نیست و از دوره چهارم که حضرت علی سزی زمان اینا رسما به عنوان یک جماعت و فرقه از بقیه راه خود جدا میکنند اون تا شکل گیری امی خمیر مایه ای که به تشکل ای جماعت انجام روان روند تدریجی داشته ایتار نیست که آنان ای جماعت پیدا شده درست است که یک حادثه سبب می شود در یک حادثه نظامی که اینها یا ای حادثه سیاسی اینو خط خود جدا کنند جناب استاد چی فکر میکنن آیا خمیر مایه از این در خود دین نیست؟ چه شکله به خاطر که اینا پیامبر اسلام هم گفته که نماز میخوانند تلاوت میکنند چرا نماز وقتی خوانده میشه قرآن کریم که تنها عن و المنکر چگونه یک کسی که نماز میخوانه روزه میگیره قرآن میخوانه و بعدا تبدیل به کسی میشه که خون دیگرها را میریزه خب نمو شعر مولوی را یک روز دیگر اینجا یاد کردیم که زان که از قرآن بس گمره شدند زان رسن قوم درونی چه شدند میشه به وسیله قرآن کسانی هدایت شوند به وسیله همین قرآن کسانی گمراه شوند حال چی باعث میشه که یک انسان به مسیر درستتر بره و یک انسان به مسیر زیانبار رو بیاره شاید شعر دیگه کمک کنه که میگه باران که در لطافت اش خلاف نیست در, لال زار لال در لالزار لاله یدو در شورزار خار ای قرآن که است یا دین یا وحی الهی که به جهان دیگر به انسان ها به جهان بشریت ارتباطی برقرار میشه و پیام الهی میرسه ای رو بعضی ها تشویح میکنن به باران و نه تنها بعضی که تو در ضمن آیات ای تشبیه صورت گرفته که او کما من انزل من السماء در قرآن من فقط لذت بیه نبات مثل آبی که از آسمان باران فرود میاد به شکل باران و بعد از باز با خس و خاشاک روی زمین در میزه بعد از باز سیلی تشکیل میشه و, و نتیجه چی میشه و ای تشبیهات صورت گرفته خب امام شاولالله دهلوی میگه که وقت باران فرو می آید در یک جا تنها گل و ریاهین از او نمی روید تنها گندم و مواد خوردنی رشد نمی کنه. در کناری که ای کار می شود در کنارش خارها هم رشد می در کنار خاشاک ها هم هست در کناری گیاهان مختلف هم هست و اونا جز عوارض جانبی قضیه است. ای که وقتی در طول تاریخ ادیان آمده که وقت پیامبران آمدند پیام خود رساندن بعد از او انسان ها فرقه فرقه شدن اختلاف شده و مختلف لذین در قرآن مجید الا من بعد ما جاءهم العلم بعد که علم آمده توسط انبیا برای انسان تعلیم داده شد این با یک تعداد آدم به این مسیر یک تعداد به اون مسیر میرون به هر صورت او در صورت ما میتونیم خود دین زیر سوال ببریم بگیم که نتیجه کلی دین برای همه پیروانش اینطور باشه که نیست در عمل بعضی از انسان‌ها در مکتب دین به تعالی اخلاق و به درجات بالای معنوی میرسن مکتب این رقم چیزا هم از کنارش خص خوشک ها هم بلی. پیدا می‌شود جناب استاد از چه زمانی اینا به نام خوارج مسما شدن؟ خوارج خب به لحاظ تاریخی بعد از جنگ‌هایی است که بین حضرت علی و حضرت معاویه رخ داده و به شکل مشخص یک حادثه تاریخی رخ داده به نام حادثه تحکیم یا به حکمیت گرفتن به داوری گرفتن و ریشه قضیه هم این بوده که بعد از مدتی که جنگ و نزاع از بین حضرت علی و حضرت معاویه سرانجام از طرف سپاه حضرت معاویه قرآن بر سر نیزه ها بالا می شو و اعلان می شو و که جنگ بس است بیاین به می قرآن مراجعه کنین و هر چی که قرآن گفت و حضرت علی قبول میکنه و باز یک نماینده ای میفرسته که یک نماینده و عمر ابن اینا میشینن بر سر بحث حکمیت است که یک فرقه یا مجموعه ای از سپاه حضرت علی از او جدا شده و او را کافر میخوانن که تو چگونه کسی را به حکم یا داور انتخاب کردی اینکه او یک انسان است و او حق نداره در جای قرار بگیره که قرآن مجید میگه این الحکم الا لله حکمیت و داوری کردن یا حکم کردن از آن خداست و تو این صلاحیت خداوند برای بشر اعطا کردی که در روایات آمده باز که حضرت علی تعداد زیاد از سپاهیان خود جمع میکنه و یک مصحف میارن و در روایت آمده که یکی از مصاحف ام بود یعنی چند نسخه ای که در زمان حضرت عثمان به روایت آمده که هفت نسخه نمونه نوشته شده بود از قرآن مجید بعد از اینکه جمع شد و به هفت شهر بزرگ و زمان پایتخت های کشور است اما مناطق قلم رو به جان اسلام و حساب می یکی از همو قرآن ها رو از رتالی آورده و میگه دست خود سر اومان رو گفت سخن بگو دو بار و چند بار صاحب اما و سپایانش گفتن چرا این کاره میکنی؟ گفت این مردم میگن که قرآن بعد چیز سو خدا حکم کنه که کی حق است که باطل است خدا اگه حکم کنه از طریق قرآن میکنه و قرآن خودش خود سخن نمیگه اینا یعنی سعی نفهمیدن در آیه ولی کسانی که ریشه های اجتماعی پیدایش گروه رزبی کردن مثلا چند کتاب که نوشته شده در این زمینه و به فارسی فکر کنم یکیش ترجمه شده که یکی به نام فتنه بزرگ است الفتنه الکبرى تالیف تا حسین او کشیده همو حادثه تاریخی را به او دوره ارزیابی کنه ولی کتاب دقیق تری که مورخ مشهور عرب اشام نوشته بنام نام الفتنه در اونجا با تفصیلات و دقت زیادتر آدم بینه که بعد از که فتوحات اسلامی گسترش پیدا میکنه و پول و مال و غنایم هم سرازیر میشه و به طرف پایتخت و بازی توزی میشه و بین فاتحین و سپاهیان و افسران و دیگر کسانی که در زمان مستقل شناخته میشدن کم کم طبقات شکل میگیره که بعض از طبقات در این تقسیمات البته سهم هر قبیله و ای که کدام قبیله در کدام فتوحات بیشتر سهم داشته یک جزئیات پیچیده ای که جزیات داره که از نظر دانش تاریخی خیلی خوب آدم اون چیزا رو بفهمه ولی فعلا بحث ما گنجایش نداره که وارد بشویم ولی یک نتایج همین چند سال دوره فتوحاتی بوده که یک طبقه شکل میگیره که اسم اینها در اون وقت به نام نامگذاری میشن بقیه اینا رو بنامه به نام میشناسند و قرراء من ظاهرا به معنای خوانندگان یا اهل قرائت ولی منظور کسایی که زیاد قرآن تلاوت میکردند و اینا بیشتر خود هویتی که برای خود معرفی میکردن در تمایز با سایرین که از بقیه فرق شوند این بود که ظاهرا کوشش میکردن که یک پایگاه از آدرس دین داشته باشند در جامعه چون دیگه دا دا کسایی که از قبل بودن مثلا صحابه ای که از دوران مکه بودن هویتشان از اون آدرس که اینها سالها به سختی ها به کنار پیامبر اسلام بودن صحابه ای که در دوران مدینه بودن باز برای اساس هویتشون شکل می‌گرفت. که اینها از صحابه بدرن او مجموع از صحابه احدن این مجموعه از خندقن اینها اصحاب صحابه بیعت اینها از و این رقم تقسیم بندی های نسبی در جامعه شکل گرفته بود اغلب اینها ای بقیه ای که خوارج تشکیل دادن اینها کسانی بودند که هیچ از او پیشینه های تاریخی را نداشتند و از او طریق نمیتونستان برای خود یک هویت طرح کنند باز آمده بودند بیشتر تمرکزشان سری بود که همیشه قرآن هم باشه و ایره بخونن و هر گوشه که برابر میامد تلاوت کنن و باز با استناد به آیه در با درباره دیگه مردم گپ بزنند و برایشان نشان بدن که ما مردم های خالص دین داریم و از شما دیندارتریم و در این زمان چون تعداد زیام زیاد شده بود و چیزشان هم هویتشان هم،, هم بیشتر یک دینی رقم بود اگر ده به اینا احترام بیشتر داشتن باز به همو پیمان توقع از اینا زیادتر شده بود در تعداد از اینا کسانی بودن که به حضرت عثمان هم اعتراض کردن در همو شورش هایی که به شهادت حضرت عثمان انجامید یک تعداد از این مردم بودن میگفتن که عثمان از روی دین و قرآن منحرف شده و اید کرده و کرده و فلان کرده و باز میگه پاره دامن میزدن در جنگ هم طبعا اینا سهم گرفتن و یعنی خمیر مایه ای مردم در واقع همه تو تدریجا در اثر این تحولات شکل گرفته تا با اتکاب به همین عنصری که اینها از سایر جامعه خود دیندارتر مطرح و معرفی میکند جناب استاد روایت وجود داره که حضرت علی رضی الله تعالی عنه ابن عباس را هم روان کرد به خاطر مناظره با اونا و برش کرد که به اساس قرآن با اونا استدلال نکو چرا این توصیه صورت اونجا استدلال ازات علی رضی الله عنه بود که وقت تو در مقابل اینها آیه استفاده کنی به استدلال کنی به آیه اونا هم آیه میگن و گفت که ان القرآن حمال و اوجهن در یک وقت آمده زو اوجهن قرآن مجید تعبیرهای مختلفی را برمیتابد یعنی از یک آیه میشه شما یک رقم بفهمین کس دیگری او رو به شکل دیگر تعویل کنه و وقتی که پای تعویلات به میان آمد هیچ تعویل توانایی رو نداره که به عنوان حکم قطعی مطرح شود در, در ما... صورتی که جناب استاد قرآن کریم تعبیرهای مختلف از او صورت گرفته بتانه تفسیرهای مختلف از او صورت گرفته بتانه. آیا فکر نمی‌کنید که با وجود آمدن گروه های مثل خوارج یک مسئله بدیهی است؟ خب حتی تا امروز هم ما این مشکلی که داریم ما یک وقت مقاله ای نوشته بودم در این باره که آیا برای جلوگیری از عملیات انتحاری ما یک راه قطعی داریم جلوش بگیریم که اونا رو قناعت بدیم و که انتحاری میکنن یا اونا رو تشویق به عملیات انتحاری میکنن که بگیم فلان آیه یا فلان حدیث صریحا این کار تحریم کرده در اینجا توضیح دادم که یکی صرف انتحار به معنای خودکشی است که یک نفری از روی یأس و ناامیدی از زندگی در یک تنگنای قرار گرفته که بعد زود دیگه فکر میکنه زندگی تلخ است برایش سخت است باید که خود بکشه و در اصل انتحار به او گفته میشه خب او مشهور است حدیث واضح در سیاه ستم آمده و از قرآن مجید هم, هم و از بس قتل نفس اینها که راه توجیه شرعی برش وجود نداره اما ای عملیاتی که امروزه صورت میگیره تقریبا سه دهه شده کم یا کمتر نزدیک دو نیم دهه شده که شروع شده و شروعش از زمان چیز بوده از فلسطین بود. فلسطین از او وقت شروع شد بعد در روزمان زمان بعضی علمای جهان عرب به شمول شیخ یوسف قرزوی تایید میکردن بعد ها شروع به بازنگری کرد در فتوای خود گفت که من او که دادم ناظر به یک وضعیت خاص بود و یک حکم دائمی و عام و شامل نبود که در همه جا استفاده شود به هر حال این پدیده به این شکلش وقتی او کسایی که این کار میکنه اونا خود نمیگن که کار ما انتحاری است میگن عملیات استشهادی است ما یک بار بکنم بس کردیم به واکوی بس انتحاری و مشکلی که ما داریم که آیات یا احادیث و نصوصی که به اختیار ماست که بتانیم برای از این مردم بگیم و اینا رو قناعت بدیم که این کار رو نکنین خود دیگه مردم های میگونا رو نکشین و جامعه رو شب نکشانین اینا میتونن این به شکل دیگر تعبیر و تعویل کنند و مسئله تأویل پذیری نصوص دینی یک موضوع است که در طول تاریخ اسلام بوده تنها خوارج نیست که فرق مختلف مسلمانی که آمدن کلشان به مرجعیت قرآن و سنت قب باور داشتند ولی در باره پذیرش معیارهای پذیرش روایات و در باره معیارهای تأویل و تفسیر آیات اختلاف داشتند متد های مختلف مناهج به اصطلاح یا شیوه های گوناگونی در فهم نصوص داشتن در نتیجهش به می تفرق فراوانی که ما شاهد بودیم انجامید جناب استاد آیا خوارج یک جریان عقیدتی یا جریان سیاسی در صدر اسلام که بود خب آغازش به شکل برمیگرده که یک واکنش سیاسی است در مقابل یک حادثه سیاسی نظامی حکمیت و گفتگو و مذاکره بین حضرت علی و حضرت معاویه و بعدها اینا رسمی صف خود جدا میکنن و میرن یک منطقه را میگیرن و اونجا به خود سپاه و لشکر دارند و هر دو طرف را از دین خارج میدانند و جهاد و جنگ با اینا لازم و جایزی یا واجب میدانند با هم با حضرت علی هم با حضرت معاویه شروعش از اون لازم از اون دید که شما سعی کنین یک جریان سیاسی است در اصل و تداوم تاریخیش هم باز در قالب یک جریان سیاسی نظامی است به تکرار در جای مختلف که اینا شورش کردن این شهر بگیر یک جای دیگر بگیر یک قریه بگیر یک منطقه را یا در بیابان ها گای بودن گاهی به شهر ها حمله میکردن ما در منطقه سیستان که بخش افغانستان و ایران امروز است سیستان قدیم در او از تاریخی مشهور داریم همزه سیستانی یا حمزه خارجی که میگفتن در کتاب تاریخی ما با شما ذکر شده در خراسان بودن خوارج در عمان بودن در بحرین بودن در حتی شمال افریقا مثلا جزایر و جای دیگم بودن یعنی وجود و حضورشان در تاریخ بیشتر در قالب یک جریان سیاسی نظامی است و اعتراضات اصلی هم که دارن اعتراض به حکومت و به شرایط است که این حکومت مشروع نیست این خلیفت صحیح نیست و هم در دوران اموی و هم در دوران عباسی ها و حتی حضرت عمر ابن عبدالعزیز که در بین خلفای اموی بعد از خلفای راشدین بعضی او را خلیفه راشد پنجم میدانن و به عدالت و دگه صفات حسنش مشهور است حتی او هم به رسمیت نشناختن و او کوشش هم کرد که جلوی خون زیر بگیره بارها هیئت فرستاد که جنگ نکنیم مذاکره کنیم بیاین گپ بزنیم به نتیجه برسیم اونا باز به دلایل و انگیزهایی که داشتند به راضی نشدن که سلاح کاملا به زمین بگذارن و شورش خود ختم کنند بنابراین اصل حضور تاریخیشون یک حضور سیاسی نظامی است منتها واقعیت قضیه است که همه جماعت ها و جریان های سیاسی نظامی کوشش میکنن که یک مبنای ایدولوژیک برای کارشان جور کنند خصوصا در دنیای قدیم که دنیای پیشا مدرن باشه داشتن هویت دینی یا یک پشتوانه و مشروعیت دینی برای کار خود ایجاد کردن این بسیار حیاتی بود برای هر فرقه و جماعت چی همراه حکومت بودن چی در مقابل حکومت بودن چی هر دایه دیگری داشتن امروزه هم در جوامع ما مشکلی که داریم همین است که تمام جماعت به این شکل که امروز آدم میکشند و خرابی میکنن اینا کوشش میکنن مشروعیت خود از دین بگیرن چون مشروعیت هیچ از اینا از پایگاه مردمی نمیایه نه داعش پایگاه مردمی زیاد داره نه طالبان داشتن نه القاعده نه مثلا تحریک اسلامی نه مفهوم ازبکستان است که جیش المجاهدین یا لشکر طیبه یا این و آن اینا هر کدام گروه های کوچک که جامعه اسلامی نه به شکل آزاد بیان در جامعه مطرح شوند معلوم نیست که 5 فیصد به یا کس رای بده یا نده اون پایگاه چندانی ندارن ولی چیزی که برای خود اینا و چون مطمئن نستن که در بین مردم پایگاهی ندارن به مخاطرم به این شیوه ها رو نمیارن نه تیوریسان هایشون مثل ایمن زواهری بقیه به این مسئله باور داره و میگن که مثلا رای مردم اعتبار نداره اکثریت مردم جاهل هستن اکثریت مردم چنین چنان هستن در او دوره تاریخی ما همونطور یعنی در عموم ای که از آدرس دین برای خود مشروعیت ایجاد کنند این کاری بوده که اون هم کردن در گذشته امروز هم میشه و خوارج و زمان هم برای خود مبانی فکری و اعتقادی ساختن و ای مبانی فکری و تقدی هم طبعا به یک آن و یک لحظه صورت نگرفته که یک تئوری آماده آمده باشه یک گوشه ششته و کتاب نوشته و از این طرز العمل یک جماعت به وجود آمده بلکه در بستر تاریخ تکامل کرده مثل بسیار از جریانات فکری دیگه که اول در یک هسته بسیار ابتدایی و اولیه شکل میگیره باز تدریجا این بست داده میشه شاخ و داده میشه تا بالاخره از او یک نظامنامه فکری ساخته میشه و خوارج هم موفق شدن که نظام فکری خود بسازن و به این حساب اینها یکی از فرقه های اعتقادی و کلامی هم در تاریخ شدن در مقابل سایر فرق مسلمان بله جناب استاد مبانی عمده اعتقادی خوارج چیست اینا به چند چیز که مشهور بودن از همو زمان و تا به امروز یکی بحث تاکید بیش از حدشون بر حاکمیت الهی و آیاتی که در ارتباط آمده یا مشتقات و حکم در قرآن که هست اول خوب استناد اصلیشان هم شروعشان از اون کلمه جمله که در آیه قرآن مجید آمده این الحکم الله از اونجا شروع شد بعدا سایر آیات هم که در ایباره آمده من لم یحکم منزل الله علیکم الكافرون و امثال اینها آیاتی که هست اینا را آمدن مبنای یک بحث اعتقادی و فکری و کلامی ساختن و به مخاطر در تاریخ یکی از نام هایی که برای خوارج داده شده المحکمه هم به اینها میگن محکمه یعنی معتقدین به حکمیت و حاکمیت الهی و مخالف با حکمیت بشری و داوری انسان ها و این صفت است که استمرار یافته و استمرار یافته تا به امروز هم تا تاریخ تاریخی رو نشان میده در کنار این ویژگی دیگرشان در رابطه با تعریف ایمان و کفر و نسبت معصیت با قضیه کفر است که از نظر جمهور امت مسلمان کسی که خطا میکنه یا علاوه بر خطا تا خطایی است که نفر نمیفهمه تشخیص نمیده که حق و باطل کجاست و باطل را یا کار غلط مرتکب میشه ولی گناه است که نفر آگاهانه میفهمه این کار غلط است و انجام میده این ما معصیت میگیم که بازی به دو بخش تقسیم میشه معصیت صغیره و معصیت کبیره و معصی هم از خود درجات داره که بعضی اکبر الکبایر است و بعضی در درجات پایین تر از قرار میگیره فکر می یک بار بس کردیم در واقعی بس گناه و معصیت اما سوال عمدهایی که بود ای بود که آیا وقت نفر معصیت را مرتکب شوه ایمانی ای به خطر مفته در همون زمانی سوال مطرح شد و خوارج از متشددترین ترین گروه ها در این زمینه بودند که اونا گفتن که نفر نمیتونه هم یک انسان مؤمن به خدا باشه و هم در این زمان معصیت کنه نافرمانی او را بکنی ایمان نیست اگر او را قبول داری بعد که از او اطاعت هم بکنی اطاعت نمی کنی معنی که قبول نداری ولی دیگر بزرگان امت اسلامی گفتن این طرح نیست قرآن مجید خودش آیات را نشان میده که نفرها ممکن است اینا بر خود ظلم کنند بر نفس خود ممکن است اینا گناه مرتکب شوند و ولی ایمانشان از بین نمیره و به صرف ارتکاب گناه و معصیت خوارج در زمینه معصیت سخگیر بودن خصوصا کبائر و ایرا سبب خروج از دین میدانستن و ای گفته شده توسط تحلیلگرانی که بعدها کتاب نوشتن میگن که اینها اولین جماعت در بین مسلمان ها بودن که جنگ به درون جبهه مسلمانان کشاندن قبل از خوارج اگر اختلافات سیاسی وجود داره بین جناح های مختلف هیچ وقت ایتر نشد که یک طرف طرف مقابل از با صلاح ایدولوژیک بزنه و او را از دایره دین خارج بداند مرز وقتی که میگفتیم مسلمان هر کسی که کلمه میگفت هر کسی که رسمی یا در ظاهر حداقل عضو جامعه اسلامی بود و خود مسلمان میگفت مسلمان بود کسی هم چیزی نمیکرد حتی در باره امو کسی که پیامبر اسلام صلوات الله اعتراض کرد در یک روایت آمده که وقتی که پیامبر اسلام گفت که ای شاید نماز بخوانه به او خاطر نکوشنش کس گفت که دیگه کسام هست که نماز میخوانه ولی اینها دشمن خدا و رسول هستند گفت من امر نشدم که قلب های مردم شق کنم و ببینم که در دلهایشون چیز به مظاهر حکم میکردن و امر قبول داشتن همی روند ادامه داشت تا به زمان ظهور خوارج اینا بودن که گفتن نه ایمان ظاهری و کلمه گفتن ظاهری و ادعای مسلمانی اینا اعتبار نداره بسیار از شما ادعا میکنین مسلمان هستین ولی در شما مسلمان نیستین شما کافر هستین و واجب القتل هستین و این صفبندی داخلی را اینها به وجود آوردن و یک از ویژگاه خوارج به حساب میاد یعنی جنگ اصلیشون با خود مسلمان در تاریخ جناب استاد بعضی از علما در عصر ما هم مسئله حکمیت را دوباره مطرح کردن جدی مطرح کردن مسئله گناه را مطرح کردن به به صورت دیگهش به طور مثال مسئله لا اله الا الله گفتن شما نمیفهمین لا اله الا الله را معنای شک معنای از چی است اگر واقعا بفهمین زندگیتان تغییر خواهد کرد و مسائل کتابا نوشته کردن در موردش آیا ای علما راه خوارج را دنبال کردن در این بار بحث فراوان است امروز شاید دوره باز به هفته بعد اگر فرصت کنیم به او کمی بپردازیم که در عصر حاضر چی به عربی تمظهور میگن یا امو تبلور جریان فکر خوارجی در عصر ما چی گونه بوده ولی بدون شک بعضی از افکار تعدادی از نویسندگان مسلمان در عصر امروز که شماری از اینها جزء سران جریان اسلام سیاسی به شمار می روند ریشه های خوارجی یا شباهت با فکر خوارج داره این چیزی است که به تکرار در مناسبت های مختلف توسط از هر مطرح شد توسط علمای دیگر در جهان اسلام مطرح شد که فلان فلان نویسنده ها شباهت داره به دیدگاه خوارج و جمله همین بحثی که شما اشاره میکنین که اینا تعریف لا اله الا الله یا تعریف توحید در آمدن به شکل عرض کردن که در طول تاریخ امت اسلامی جمهور و مسلمانان به این شکل نمی گفتن و اینها ولی ریشایی که دیدن که اینا طبعا میتون نیست که خوارج رسمی بودن بگن ما خوارج هستیم ولی دیدن شباهت است بین نو فهمی که اینها از قضیه ایمان و کفر و معصیت و یک پا دارن و بین آنچه که خوارج در اون زمان داشتن بله آیا خوارج توانست که در طول تاریخ امتداد پیدا بکنن؟ امتداد به دو معناست اگر به همو هویت سیاسی و اجتماعی در نظر بگیریم تقریبا نه علی ظاهر به او شکل خود منقرض شد چون اصل هویت اینها را که از لفظ خروج هم بگیریم معنای شورشگری است یک جریان شورشی که همیشه میجنگید با خلافت یا با حکومت های زمان خود یا سلطنت هایی که در بعض مناطق کشور اسلامی وجود داشت به او شکل تداوم نیافت شما بیشترین قدرت و هیاهو و تحرک سیاسی و نظامی اینها را در دو قرن اول میبینین بعد کم کم دیگه اینا به هاشیه رفتن و در هاشیه در فقط در تاریخ تنین آواز از این مردم رد پای فکریشان ماند اما به عنوان یک جماعتی که دائم به جنگه و بخواهی حکومت خود تشکیل بده و حکومت های دیگر سرنگون بسازه چون اصل چیز خوارج همی بوده دعایشان که این حکومت هایی که نام خلافت تشکیل شده چه معاویه از چه علی از چه فلان است و بعدها عمر ابن عبدالعزیز و باز برسیم به عباسی کل اینها از نظر این ها اینا مشروع، اینا مشروع بود و جهاد با اینا فرض بود و با کسانی هم که اینها را قبول کرده بودند به تعبیر اونها راضی به شده بودند و نظر اونها حاکمه که در رست بود کافر بود و کس هم که باز به حکومت کافر رضایت میداد رضا به کفر هم کفر بود بنابراین ملت ها هم کافر می شدند از نظر اینها یا ملت ها شامل افراد زیادی بودند که اینا معاصی انجام میدادند باز اینها هم از بعد معصیت همین از دایره دین خارج می شدند و اصل دعیه خوارجی بود که باید با اینها بجنگند اما عملا بعد از دو دونیم قرن دیگه ختم شد وضعیت و دقیقت امت اسلامی موفق شد که مهار کنه این پدیده اما به عنوان یک میراث فکری که باز داخل خود خوارج به چند شاخه تقسیم شدن مثلا به حساب عملی تندروترین شاخه خوارج به نام ازارقه میگفتن و میگن که نافی ابن الازرق یا کی بوده که مؤسس جریان فکری بوده از آریقه مشهورن به خون ریزی و خرابی های زیاد ولی یک شاخه دیگر اینها به نام ابازیه ماند و اینا امتداد یافتند بعدها در جای دیگر ولی از او جنگ و خشونت و یا پا دست کشیدن و به یک معنای استحاله شدن به یک هویت جدیدی که خود رسمی در شمار سنی و شیعه و اینا قرار نمیدادن. ولی در این زمان دیگه شمشیر کشیدن و شورشگری هم کنار گذاشته بودند که اینها هنوز هم ابازیه در بعض از کشورهای اسلامی هست اما دیگر امتداد تاریخی به لحاظ جنگ و موزیگیری سیاسی اینا ادامه خوارج شمارده نمیشوند. حتی امروز بحث است که آیا با آن که مؤسس ای به خوارج تعلق داشت آیا واقعا درست است ما اینها رو روز خوارج بدانیم یا ندانیم در این باره بین نویسنده های مختلف اختلاف وجود داره اما در عمان در الجزایر در چند جمعی آل هست هستند بله آیا خوارج در عصر ما متولد شدند؟ به یک معنا بله ما به عین اسم و به این نام و به این هویت تاریخی طبعا نه چون که گفتم که اونا به حالت تقریبا منقرض شد و به قیام استحاله یافتن و کلمه خوارج خودش در تاریخ ما تبدیل شد به با کلمه با بار منفی یعنی وقتی که نویسنده های ما مفسرین فوق ها وقت خوارج رو به کار می به عنوان یک جماعت خونریز منحرف از دین و غلط فهم فهمیده درباره دین و امیتور مفاهیم تداعی کردی کلمه و امت اسلامی و وجدان جامعه اسلامی در واقع اینها را دور انداخت و رفتن به تاریخ پیوستن به اول لحاظ دیگر خوارج نموند اما به لحاظ موزگیری های فکری و از نو تعریف کردن مبانی اعتقادی مسلمانان و از نو سفر جدید یا جنگ داخلی در درون امت اسلامی را گشودن بله متاسفانه ما در اصر حاضر شاهد ظهور جماعت ها و گروه های با این خوی خصال بودیم و انوزم دست به با این مشکل آیا اینا رو میتونیم تداوم امو خبرج بدانیم در جریانات فکری قضیه فرق میکنه تا در مسائل سیاسی تداوم سیاسی و تداوم اجتماعی یک چیز است که شما ببینید یک جماعت آمده وقتی که حکومت را در جای تشکیل میده یا حزب سیاسی داره در مقابل یک حکومت او برای خود بیرق درست میکنه آرم درست میکنه شعار درست میکنه مثلا دیگر مسائل سمبولی برای خود هویت سیاسی رو بخواد تعریف کنه که در کل دنیا معمول از احزاب مختلفی کار میکنن گروه های سیاسی و اجتماعی کار میکنن برای خود دفتر دارند و نشریه دارن ارگان نشریاتی مثلا و کوشش میکنه چیزایی که هویت اینها را از بقیه متمایز بسازه اما به لحاظ فکری قضیه ای نیست یک فکر ممکن است که چارچوب های مشخص تیوریک داره و این چارچوب های مشخص تیوریک در یک دوره تاریخی طرفدار داره در یک دوره دیگر نداره ممکن است برای 500 سال برای هزار سال یک فکر مثلا شما فرض کنیم جریان دموکراسی را دموکراسی های تاریخیش به یونان قدیم برمیگرده در دولت شهر آتن و یونان او زمان مدلی از حکومت تشکیل شده بوده که در این تصمیم گیری ها از طریق دخالت مستقیم نمایندگان مردم صورت می و مدل متفاوت بوده با حکومت های قبل از او یا حتی معاصر او با سایر کشورها امپراتور های که سلطنت مطلقه داشتن قدرت بی قید و شرط داشتن در همه جا اون مدل حاکم بود در یونان یک مدل متفاوت و امیر اسمش مانده بودن دموکراسی دموکراسی هم در عمل در یونان یک بار تجربه شد و همزمان در تئوری و نظریه هم چارچوب بندی شد طرفداری از این بحث شد در کتاب ها شد فلسفان سیاست در اون زمان به این موضوع پرداختن مثل و بقیه ولی به لحاظ امتداد تاریخی نتانست که تبدیل شد به یک الگو و مدلی که ای در ادوار مختلف استمرار پیدا کنه چرا عوامل سیاسی، عوامل اجتماعی، فرهنگی و خیلی عوامل مؤثر بوده که به الگوی قابل تکثیر و قابل گسترش تبدیل نشد اما بعد از گذشتن صدها سال از اون ماجرا چند قرن پس دوباره در بعد از دوره رنسانس در اصر حاضر دوباره سر مدل حکومت و ای که بهترین نوع حکومت چی نو حکومت است فلسفان سیاست دانشمندان روشن فکران به در عصر روشنگری به این موضوعات از نو پرداختند او مدل قبلی را مورد بررسی و مطالعه قرار دادند و شرایط امروز جهان و امکاناتی که برای بشر در عصر جدید بشر مدرن به حساب فراهم شده بود از مشارکت در عرصه اجتماعی از استقلال مالی از محدود شدن نقش حکومت ها و فعال شدن سکتور خصوصی و ده ها عامل دیگر اینجا از نو تیوریزه شد بحث دموکراسی و بلکه شکل پخته تر و غنی تر به خود گرفت نسبت به چیزی که در یونان بود مدل دموکراسی یونان مدل بسیار کلاسیک است که در او مثلا زنها حق رای ندارن در او بردگان ندارن مثلا و افراد مساوات شهروندان به شکل جدی مطرح نیست در حالی که در دموکراسی جدید یکی از اصولش هم است که همه شهروندان متعلق به هر قوم نژاد مذهب فکر و اینا که باشند دارای حقوق مساوی هستند به صرف که شهروندن و سایر ارکانی که برای دموکراسی جدید مطرح شد خب ما می‌بینیم که به لحاظ تاریخی یک فکر در یک دوره پیدا میشه در یک مقطع تاریخی دوچار گسست و انقطاع میشه در یک مقطع دیگر تاریخی پس سر برمیاره و به شکل بسیار بالنده تری هم ارزندام میکنه از این دید اگر ما به بحث خوارج هم بپردازیم میشه که چیزی شبیه ازیر مثلا قیاس کنیم که البته قیاس معکوس است چون تجربه دموکراسی تجربه مثبت بوده تجربه خوارج تجربه خون و خرابی است ولی از این مدل شباهت داره که در یک مقطع تاریخی اینا ظهور میکنن برای اینکه دو قرن باعث مزایمت های جدی برای جامعه اسلامی میشوند و میتونستند که اینها حتی تمدن اسلامی رو به ناکامی بکشانند اگر ادام پیدا میکردن و تبدیل به یک مدل گسترده میشدند اما بعدن یک انقطاع تاریخی میایه برای چند صد سال باز از نو در یک شرایط تاریخی دیگر همو فکر اما زیر نام دیگر با هویت های جدیدی که متناسب با دنیای امروز است پیدا می شود و که جوهره قضیه همو فکر است ولی در نهایت می بینیم که به این جواب و ما به مشکلات شبیه به مدبر مواجه می تشکر می جناب استاد از شما هم تشکر میکنیم که تا این دم ما را همراهی کردین تا هفته بعد که ادامه همین بحث را ادامه خواهیم داد شما را به خداوند بی‌نیاز می سپاریم.